خبر شما دوستان جان، اینجا چنل کریزی گروپ پان، چنان اسم من یوکی او یاشا خان. گایز امروز قراره از سینما کره جنوبی براتون یه سریال دیگه ای معرفی بکنم. اسم این سریال هست عدالت برای نوجوانان که سال 2022 منتشر شده. امتیازی که از IMDb گرفته 8/10 بوده و به نظر من یکی از سریال های فوق‌العاده ای است که سال 2022 منتشر شده. مجموعاً 10 قسمته که هر قسمتش 1 ساعته. بازیگر اصلی و نقشی که هستش بتونم از رو بخونم، سانی یوان که یک بازیگر فکر کنم نزدیک 40-50 سالشه و فیلم‌های دیگه ای هم بازی کرده و بازیگرهای دیگه ای هم هستن که شما میتونین برین و نگاه کنین فیلم‌هاشونو. من میخوام اول روی تریلرش ریاکشن برم. تایم ویدیو 1:43 است، ریاکشنش کوتاه میشه، بعدش توضیحاتو بهتون میدم. این تریلر هم از نتفلیکس آسیا منتشر شده، چنل نتفلیکس ایشیا یا اون آسیا، ولی از چنل The Sound با 3,190,000 مشترک. ما میخواییم ریاکشن رو بریم. 9300 نفر لایک کردم و 361,000 نفر هم ویدیو رو بازدید دیدن کردم و نزدیک 500 تا هم کامنت زیر این ویدیو هستش. پس یک فاصله 20 ثانیه بگیریم بریم بیایم تا اون موقع منم این اسکرین ریکوردر رو بکشم. و قبل رفتنمونم بگم که ریاکشن آهنگ It's My Birthday که گرفته بودیم تو استودیو قبلی روی حالت پابلیک گذاشته شده، یعنی بعد صحبتهایی که با یوتیوب انجام دادیم مشکل حق نشرش برطرف شد و شما میتونین ببینین. نزدیک 1 ماه پیش فکر کنم حداقل آپلود شده یا 40 روز پیش. آهنگیه که پارت دوم اون مجموعه سمی بود که برای بالیوودی ها رفته بودیم، یه دونه ایرانیش رو رفتیم یه دونه خارجیش هم گفتیم بریم و قسمت سومش که اسکیایی که بیتای وایب هندی رو آهنگای ترکی روش ساختن اون موند که اونو دیگه بعدن میگیریم. پس با ما هم رو باشید. Let's go. خب گایز برگشتیم. این هدفون ها رو کشیدم، یکم من حالت زکام دارم، میشالله سریع تر خوب بشیم، تأثیری هم نذاره. پلی رو به اسکرین ریکوردر رو بزنیم، میگیره. پلی رو بزنیم که بگیم. سنگممه، سگی، جلد، پوکنگ. جواب سنگمزدنی؟범죄를 저질러도 처벌받지 않는 만 14세 미만 촉법 소년에 해당돼 논란이 커질 것으로 보입니다. 이래서 내가 니들을 혐오하는 거야. 사건 번호 2577 재판을 시작하겠습니다. 판사님은 측은 지심도 없으세요? 왜 그렇게 소년을 미워하십니까? 범죄자니까 그 나이에 감히 찾고 있는 소년범이 여기 있다는 제보를 받았습니다. 요즘 판사는 애도 잡으러 다니나? 재판부가 무슨 수사기관이야? 왜 이렇게 선을 넘어? 아니 전과자 만드는 게 우리 일인 줄 압니까? 보여줘야죠. 법이란 게 얼마나 무서운지 가르쳐야죠. 사람을 해하면 어떤 대가가 따르는지. 소년에게 비난은 누구나 합니다. 근데 소년에게 기회 주는 거 판사밖에 못해요. 포장 미성년자 소년범들입니다. 그놈들 집거래 국민도 경찰도 다 놀아놨어요.
피해자는 집을 지키고 가해자 벌받는 거. 차태준 판사! 모든 처분을 받고 어른이 돼서 그 다음요. 그걸 보여준다고. 내가. گایز من این اسکی رکوردر رو قطعش کنم بریم سریع توضیحات رو بهتون بدم این سریال لایه‌های اجتماعی کره جنوبی رو بهتون نشون میده، همون حالت متروشیشنیم خودمونه. فیلمی که دیدین و بسیار عالی بود. هر قسمتش داستان جداگونه ای داره که با همون کلن نوجوانا اطلاق میشه. کلیت داستان رو بهتون بگم، این قاضی که برای دادگاه نوجوانان منصوب میشه، به جای اینکه مثلا بیاد و کمتری مجازات رو برای اینکه آینده اون نوجوان تباه نشه مثلا از اون مجازات استفاده برد، برعکس از بیشترین مجازات ممکن استفاده میکنه. و به نظر من همینش خوبه که داستان رو جالب میکنه. و در کنار اون پرونده هایی که در هر قسمتی که از اول تا آخر تو همون قسمت پرونده حل میشه، داستان این که چرا اونجور تصمیم میگیره و چه تاثیراتی روش گذاشته که این شده، تماما فاش میشه و فکر کنم دیگه فصل بعدی نداره. فکر کنم پایانشو دیگه بستن دیگه. و به نظر من ببینین این سریالو، فوق‌العاده است و تازه هم باید منتشر شده. خیلی هم عالی. ممنون که تا اینجا با همون بودین. نمیخوام تایم ویدیو بیشتر از این بشه. لایک، کامنت، سابسکرایب، الاسکه یادتون نره. اول از اینکه سلامت باشین، دومون از اینکه روز خوبی داشته باشین، سومون از اینکه دوستتون دارم خیلی زیاد. در طول ویدیو 10 ثانیه آخر فراموش نشه، بعد علامت تعجب هم میاد، 5 تا از فرست بخشمون هست. اگر میبینی من این تبخواست زدم، کمی حالم خوب نیست، برای همین دیگه با اتون خداحافظی میکنم.